وطنم، ای شکوه پابرجا، درود به های میدان و تای میدان خوش آمدید. امیدوار هستم هر گوشه و کناری که هستین خوب و خوش و سرحال باشین. هموطنهای عزیز و نازنینم، ما در ادامه سفر ما در نورستان غربی هستیم، جایی که مناظر زیبا و دیدنیش چشم هر بیننده را محو زیبایی های خودش می سازه، جایی که از هوا زیباست و از زمینم سالانه گردشگرای زیادی میان و از این ساحات هم دیدن میکنن. خب هموطن عزیزم، قسمی که شما در برنامه قبل دیدین، ما مسیر ما بود که بریم به طرف ولسوالی مندول در منطقه کلگوش. صحبت ها را با بعض دوستا داشتیم، آمدیم از اقوام گجر ما دیدار کردیم، از مشکلات و چالش هایی که سر راهشان بود پرسیدیم و طعم غذای بسیار لذیذ در یک رستوران محلی چشیدیم که کاکا گلاغا خیلی خوب یک کرایی بر ما آماده کرده بود. و فعلا ما میریم به طرف ولسوالی مندول و مو پلان ما است که بریم خود به عوض مندول برسانیم. یک جای بسیار زیباست، دیدنی است. دیگه انشاءالله شما ما را همراهی بکنین و از این سفر ما هم خاطرهای بسیار خوب در ذهنتان ماندگار و جاودانه بسازین. خب دوستان، ما فعلا در این مسیر راه هستیم. باور بکنین جز راه‌های بسیار صعب العبور که ما در طول یک و نیم تا دو سالی که دیدیم در برنامه ها، جز از او راه‌ها این راه حساب میشه و زیادتر قسمتاش در حالت فروریزی است یا حوادث طبیعی که بوده، بارانا و سیلابا، و بسیار زیاد هموطنای ما را دچار مشکلات ساخته. امیدوار هستیم که از این نایه هم مشکلات هموطنای ما مرفوع شود، چون مسیری است که بسیار رفت آمد زیادتر صورت میگیره. دوستا میرن به ولسوالی مندول، ولسوالی دوآب و همچنان خود ولسوالی نورگرام، که همین مسیری است که به سه ولسوالی وصل شده، ولی باید یک ذره بیشتر توجه صورت بگیره. همین چارایی هم که ما درش قرار داریم، البته چارایی نیست، اینجا به مون نام چارایی یا سیرایی مشهور است. دوستا گفتن سیرایی است فزق جان یا چارایی؟ چارایی است، ولی گفتن که به مون نام مو چارایی خدای پامان یاد میشه. دیگه من شال ازش میپرسم که ایره چرا خدای پامان میگن، ای چه قصه داره؟ و بسیار راهی است که شما ببینید به مو شکل سرک رفته تا مو بلندای کوها. شما هم ما را همراهی بکنین. جا داره که تشکر بکنم از حامی برنامه ما هم، انرژی اتک. انسان های قدرتمند قله های پیشرفت را پیمودن با انرژی اتک. قدرت و انرژی واقعی را در پیروزی موفقیتتان دریابید و قله های پیشرفت را صعود کنید. انرژی اتک، مشت پرقدرت. طعم خوب داره، اتک هم می نوشیم. باز یک دوست ما هم است، او را هم برای شما معرفی میکنم. خب هموطنهای عزیزم، هم زیاد قصه کردم، حالا بریم که امروز فضلق جان رو آشنا شوین. فضلق جان امروز همراه ما هستن، امروز نه که دیروز هم همراه ما بودن، دیگه دمی راه ها و مسیر ها ما را همراهی میکنن. فضلق جان دیگه خودت هم یک اتک بونوش، باز بعد از ما خودت هم قصه را میده. خب سیف خودت دیگه همیشه وقت مسافری ندمی لین میبری و میاری؟ آه میبریم، میرم بخیر. اینجا پیشتر برای من در موتر شیشتیم گفتی این چارایی را به نام چارایی خدای پامان میگن. چارایی خدای پامان داره. چرا این را میگن؟ چه قسم در مخی دیر بخواد اجاری خراب بود، در خراب بود دلتا کم گاره تلا و لان دی سینتا چون بس دیو جبانه بیا خدای پامان نم که خدا پم دی منی مشهور ادا چه خلق راضی و خدای پامان چړی ورته وای بس یغه نه چراتی ورته بدا صحیح چکه مخکاری دا سنگ پول لا عجیب ازمی ګولوی په شه دا دا ګولین چې تیر دلته سنگ پول لا پول لا د شام ته تله دا کله دی شام. خو خو بس بعد از او ما او شما دمی مسیر میری؟ آ دا دا مسیر. خو خو این مسیر عین ته قسمت رفته شام تصویر میبینین دوستا. نام چی است اوجا؟ شام. شام؟ آ شام. دیگه اینا فضلق جان است و مستم و سیدان همکار گل خودم است. دیگه بخیر که بریم به طرف مو زیبایی ها. بیا بخیر فضلق جان. برو که برعکس شد، خودت سر جلو بشی من این طرف بشیم. میارم بخیر. دوستا این زیبایی ها رو ببینین که ما را اگه در آن موتر ما هم خراب شد اینه ما تو میمانیم.
بیاد استاد فضلق. بیا لالا. این پل هست دوستا که هموطنان ما از این پل فعلا رو برمرور میکنن. قبلا رای موتر هم بوده، باز بنابرم و سیلاب هایی که بوده پل چپه شده و تخریب شده که دوستا فعلا از این مسیر رو برمرور میکنن، ولی خیلی سخت است. تا آخر دره چند ساعت راست هم رای موتر؟ یک ساعت مثلا، یک ساعت پیاده روی هست. یک ساعت پیاده روی است یا هم یا یک ساعت منزل بکنی تا به مقصد برسی، ولی مشکل است. باز اگر کسایی که برای خانه هم سودا و هر چیز میارن هم میجا دیگه میبرن با خود دیگه بده است. آه دقا قچر مچر میبرن. با همو مرکب و خاطر است که انتقال میتن و ضمن از بعض دوستان با اسب انتقال میتن همو اموال خود. موترهای حتما که دیگه از این طرف و طرف رفته بود سیل که وقتی آمد ایجا حتما کلش هموجا مان دیگه. دیگه پس نامدن تا فیلن چکلا پول جور سوه بای مثال موتر تا مغکلی تا مثال ورد سامان هر سی خلق ضرورتی رفکا و نو پول چی چپس و بس بیر تا خلق پم دی پل بانیم و غسل و سامان چی هست شش روڑی پم دلتا یا چی اخوات خرکاران دی پقاچور آسان و بانی کلی تا انتقالی. خب کسایی که گفتم موتر خود او طرف برده بودن و دیجا سیل آمد حال او نفر ها موجه ماندن تاباله دمی اکسال بیا که یک بار دمی پل هم یک قدم بزنیم که این پل چطور از دوستا مگر یک رقم بسیار خطرناک کاریسی پل باور بکنین دوستا جدا از شوخی پل خب پل خطرناک است. من یکان وقتی میبینم میگم چقدر سخت است برای هموطنان ما که اینجا عبر و مرور میکنن با چی مشکلات و چالش های دست پنجه نرم میکنن. کم کم ده چی؟ هنوزی ابتدای پل است اگر من را راست دسته را من را نه نه برو بس است بس است نمیریم نمیریم با وجود از اینکه بسیار پل وحشتناک از دوستا بار بکنید سر چند قدم میمونی می لرزه و تا احساس میکنی که شاید پایین بفتی، ولی نمی هم وطنهای ما زینیمی مسیر همیشه وقت همه روزا و برمرورشان است. ما که یک بار میاییم استفاده میشیم در یک جای یک عکس میگیریم نه، ولی یک تعداد زیادی است که از این آیه بسیار با مشکل مواجه هستند. بیا بریم بخیر دلک ما درد میکنه یکان وقت دوستا بریم. دوستا عزیز ما فعلا در دهن بجگل هستیم. برادر ما جانداد هم هست همراه ما، یکی از باشنده های همی قریه است. دیگه گفتیم باش که کمک چند دقیقه صحبت هم بکنیم. نام خدا بسیار یک طبیعت خیره کننده، فضای بسیار سبز و زیباست اینجا. ایرا چرا دهن بجگل میگن؟ دهن بجگل از خود میگه که دره در بجگل نام داره. خو این دانش است، این شروع دره است. شروع دره است. خو ما فکر کردم حتما همه قدر استقامت داره. نه بالا دره است، پنج شست دی هستن بالا. خو بسیار خوب. چقدر راست اوجا باز؟ دو نیم صد راست پیاده روی. خو اینجا دیگه کل مردم هم پیاده میرن، رای مدر نیست. نه پیاده روی راست، پیاده مردم ده چی میره پیاده میره و میایا بسیار چی هست اوقدر ما دی بعض قسمت ها که میریم دوستا بازیاتر همی انتقال میتن خودشان که رفت آمد میکنن همراه مرکب میکنن. هیچ آقا نیست مرکب ایوانات هم ندارین؟ ولا بعضی مردم داره، بعضی مردم برکبار هم نداره، بیتو پیاده میره پشکده بار هم میبرن. کل کارتان باز نمید دمی سراز دیگه سرا هست همینجا این زمین های از زمین هست همینجا زمین های از همون مردم هاست که بله، داخل بله. خو نگه دیدین دوستان مشکلات امثال از اون مشکل شبکه های مخابراتی است، مشکل سیهی است، مشکل آب آشامیدنی است. در کنار ازی که دوستا در اینجا زندگی دارن دیگه حاصلات هم خیلی کم است، فقط همون قدر است که همون زندگی روزمره را به چرخانه نه بله. دیگه جای روان نمیشه، کلش همی خورده میشه دیگه بله. نه زیافه نمیشه،
خو کم از مردم و از اقتصاد کم است. اقتصاد کم است. بیا ان شاء الله بخیر، خداوند مهربان است. خوش شد اینکه دیدیم تو. چیز امر خدمت بر ما باشه. باشه ان شاء الله. علیکم السلام. بخیر باشی برادران. سلامت باشین. بریم دوستا بخیر. حالا ما و شما میریم به طرف ولسوالی داب. ازمو بازارش هم دیدن میکنیم. دیگه ببینیم که چی مسیرایی است که ما پشت سر میگذاریم. فقط شما هم ما را همراهی بکنین. دیگه بریم بخیر باز دویم موتر ما. خوب است که این موتر ما سگه این موتر نمیبود ما هم باید تمام این مسیرها را با پای پیاده سپری میکردیم. هموطن عزیزم تشکر میکنم از اینکه تایید ما را همراهی کردین. شما دیدین که ما برنامه را آغاز کردیم و بعض قسمت ها رفتیم و فعلا رسیدیم به بازار ولسوالی داب. بازار کوچک است که مو ضروریات هموطنای ما را مرفوع میسازه. خوشبختانه ما اون صاحب ولسوالی حبیب الرحمن هم در کنار ماستن، حبیب الرحمن نورستانی، که بیشتر کم صحبت داشته باشیم در رابطه به ولسوالی داب. نورستانی صاحب اگه سلام کلامی داری که امروز ما در خدمتتون است. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي خلق الخلق أطوارا وصدفهم في أطوار مختلفة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زد طلوع طول ملغرنا یونه نه مننه کوم چې تاسو چې نی د غنرستان د خلکو د حالات د پښتنې لپاره تاسو دلته تشریف راوړی دي کور مدن مننه په خیر راغلی. بسیار زړه تشکر میکنم. نورستانی صاحب بگوین بر ما یکم د باره خود ولسوالی داب د کجا قرار داره، همسایش کدام ولسوالی ها یا کدام ولایت ها است و چقدر قریه یا هم چند دره داره؟ ولسوالی دواب نورستان ولایت کی د ولسوالی نورستان ولایت په درې کټګوري باندې تقسیم دي: شرقي نورستان، غربي نورستان، مرکزی نورستان. دا ولسوالی دواب چنه په غربي نورستان کې موقعیت لري. د دې په گاوند کې چې دی ولسوالی نورګرام، ولسوالی منډول، هغه طرف ته ولسوالی علي شنګ د لغمان، او دې طرف ته چې دی پنچیر سره دا پوله لري. خو بسیار خوب. دا ولسوالی چې کوم دی تقریبا په 1000 نفوس لري. تقریبا 200 قریجات دي او تقریبا 14 دری دي غړ دری دي. خو بسیار. دا زمونږ ولسوالی دواب دي. د تاسو ویني د خلکو یو لړ ضرورتونه در فکول د پاره تقریبا 300 شاخه چې دی د دکانونه دي. اگه روزمره خلکو چې کم ضرورتونه هم دي هم د خلکو پای هغه باندې چې دی رفقي. بسیار خوب. باز بیشتر مردم د ولسوالی دواب مصروف چی کار وارستن؟ ولسوالی دواب چې دی یو د غرنیز علاقو نه دي. دلته خلک چې دی دوه قسمه کاروبار کوي: زراعت او چوپانی مالداری. زراعت او چوپانی میکنن. مالداری. بعض قسمت ها را گفتن که جلغوزه سیاه اینجا هم است. دلته میوه په هغه کې دلته چې دی غوزان، لوبیا، تقریبا جلغوزه هم دلته چې دی دای زمونږ چې دی هم دغه حاصلات لرو. بسیار خوب. ولی دوستا درخت های جلغوزه که اینجا قرار داره مثل ولایت پکتیا نیست. بسیار به سطح بسیار بلند، ارتفاعات بسیار بلند درخت های جلغوزه است که دوستا به بسیار مشکل میرن امی جلغوزه سیار پایین میکنن. بالکل. بخیر و سلامت باشین. مانسا چی پیام دارین شما برای دوستای و برای کسای برنامه رو بینده هستن؟ تاسو ته خواهش کوم چې دغه نورستان اکثر نورستان کې مشکلاتونو په اړه خبر وکوم. دا سره خوبه تاسو لیدلې سیدا دغه سي قریجاتو کې سره کوم د مشکل لرو او بو خیر پریمان روان دي خو ما استفاده نه کړي برق تمنګ ضرورت لرو. چور از آب استفاده نمیشه به زمینه زراعتي استفاده میشه یا خیر؟ آه. تنها به زمینه زراعتي من استفاده کوم خو هغه زمنګ اولویت چې تاسو وغه چې انساني ضرورتونه پوره کوي سرک دي، برق دي، لکه مثال د سکول او بو ذخیره یا نور شونه دي. و مطلب دادی سرک جور شین چلا ټول مشکلات حل کیږي ان شاء الله بخیر. روزو داریم ما زیات تاکید کردیم بر روی می سرک ها در این دو برنامه. امیدوارم که توجه صورت بگیره و می سرک ها جور شوه که هموطنای ما که رفت آمد میکنن دچار مشکل نباشن. مانس بسیار زیاد تشکر. زنده باشین. دیگه اینا جمع بدرام است بیان که یک سلام علیکم کول ما کنیم. هموطن عزیزم تشکر میکنم از اینکه با ما بودین. دیدین که ما سفر ما را از کجا آغاز کردیم به ولسوالی
روی دو آب آمدیم که اونجا هم در بازارش کم صحبت داشتیم و روان شدیم به طرف ولسوالی مندول. ساعت بسیار زیبا، ساعت بسیار دیدنی را ما در مسیری که چند ساعت منزل کردیم دیدیم. فقط یگانه راهی که وجود داره یک زانگو است که به اصطلاح عامی که دوستا برش میگن و این ما را میبره به اون طرف که آیسته آیسته بریم به طرف ولسوالی مندول. دیگه بایکو هم بود، بعض دوستا هم روی ما همکاری کردن، جوانای عزیز ما، نور چشم هستن، برادرای مهربان ما، بایکار هم گرفتن. باز ما یک بایک خود گرفتم، یک دانه اتک گرفتم. جا داره که تشکر بکنیم از آمی برنامه ما، یار همیشه ما انرژی اتک. انسانای قدرتمند قله های پیشرفت را پیمودن با انرژی اتک، قدرت و انرژی واقعی را در پیروزی موفقیتتان دریابید و قله های پیشرفت را صعود کنید. انرژی اتک، مشت پرقدرت. طعم خوب داره، من اتک می نوشم و ناگفته نمانه که به دوستا هم اتک دادیم که با انرژی باشن و همتا با انرژی پیش برن. بعد از اینکه اتک نوشیدیم آیسته آیسته میریم به طرف مو زانگو. شما هم ما را در ادامه برنامه همراهی بکنید، داشتای بسیار خوب مانده تا ای که برسیم به عوض زیبای مندول. قدم زده ما هم میریم دوستا تا ای که برسیم به مو زیبایی ها و دیدار داشته باشیم. دیگه در این قسمت راه موتر هم نیست، ما میریم تا ای که خود به موتر برسانیم. و دوستا بر ما گفتن که باید ما یک نیم ساعت پیاده بریم تا ای که برسیم به موتری. هم میبینین که هموطنهای ما به خاطر آب گرفتن که من با چقدر مشکلات میاین. سلام برس الله. سلام والله خوب هستی؟ صحت خوب است؟ چطور است؟ سلام علیکم. سلام علیکم. خوش آمدین کلیجا. خوش آمدین. بخیر باشی. از کجا آمدی خودت؟ از مرکز توریس. خوب از خود بازار مندول. بازار مندول. پشت چی آمدی؟ پشت او؟ معدن. معدن کار داشتیم، پشت تیر میری. خوب شما در معدن کار میکنی؟ معدن کار میکنی. بیشکتان است. نام خدا. موفق باشین. برین برین. بخیر برین. سلامت باشین. بخیر. ای زانگو هم با همت همی پسرهایی که دمیجه هستن، شما میبینین با همت از همی ها ساخته شده و همچنان شخصیت بزرگواریست به نام آیی صاحب یوسف که یکی از شخصیت های فرهنگی همی منطقه است که زیاد بر مردم و به آسایش مردم کار میکنه. ما هم میریم امرایش انشالله هم کلام میشیم، صحبت امرایش میکنیم و آیسته آیسته میریم به مو طرف سایر جایی که ما قصد داریم بریم. ولی وطن ما زیباست، باید عاشق از وطن باشیم، باید وطن ما را دوست داشته باشیم. اما افسوس که بعض قسمت ها مشکلات قرار داره. این قسمتی بوده که سرک بوده گذشته، ولی گفتن مدت یک یا دو سال پیش یک سیلابی آمده بود و امو سیلاب این سرک با خود برده و دیگه توجه صورت نگرفته. اگر این قسمت این سرک ترمیم شوه بسیار خوب میشه، ولی میگن که دوستا میگن که اولی منطقه با جمع‌آوری همی جلغوزه و اینا پولش هم میتن همی شورای کس میخواین که جره جور بکنن. دیگه هم میریم بخیر. دوستان نوبت ما شد، از دعای نیک تان فراموش ما نکنین. خو خو اینه میشه دیگه دوستا، دیگه جایی هست که باید بریم. خو جز از این دیگه رای هم نیست. دوستا رفتیم دیگه، خدا حافظ. اوه اوه والا یک رقمی خطرناک است که
دوستان ما هم رسیدیم پیشاوی صاحب یوسف های صاحب مانده نباشید. السلام علیکم، بخیر آمدین. خوب هستین انشاءالله. بخیر باشین، بخیر آمدین در وطن ما. قربانتان هستم. میمان هستین، شما بسیار زحمت کشیدین، تکلیف کشیدین در این راه وطن دور ببین، به این راه ایشت زحمت کشیدین، بسیار میبخشید. والا وظیفه ما سایی صاحب که بیاییم خبر شما را بگیریم، خبر هموطنهای ما را بگیریم. اول خب ما با حاجی صاحب یک اتک بودم که حاجی صاحب عجب شکاری کده. بفرمایید. تشکر، خیر ببینید. حاجی صاحب پیشتر برتان گفتم حاجی صاحب یوسف یکی از بزرگای همی ولسوالی مندول است، کسی که همیشه وقت به فکر همی مردم است، به فکر آبادی از همی منطقه است و ایزانگو هم با همت همی حاجی صاحب و جمع از همی جوان های از اینجا آماده شده. آقای صاحب اگه زانگو نمی بود ما چه قسمی آمدیم این طرف؟ اگه زانگو نمی بود بسیار به مشکلات اینجا مردم دوچار بود. بسر از او کو بسر از امو کو بالا می شدن، بسیار به تکلیف ها در لب خانه تا می شدن. در تقریبا دو ساعت دو نیم ساعت راه بسر کو است، راه بسیار به مشکل است. آقای صاحب چی وقت بود؟ دقیقا بر ما گفتن که یک سال پیش دو سال پیش بود. چی وقت همی سیل مرگبار آمد، این سیل وحشتناک که قدر ساعت زیاده با خود برده؟ اینجا یک و نیم ماه پیش سیل آمد، اینمی ایرا برد، اینی سرک، اینی سرک بود، این کلینیک ما بود، این کلینیک برد، ایرا مکمل اینجا تخریب کرد. این حال اولین خوشبختانه شما در این اولین قریه ولسوالی مندول شما داخل شدین. آخرین ولسوالی نورستان غربی ولسوالی مندول است. ولسوالی این نورستان غربی نورگرام بود اولینگیش. بله. دومیش دوآوا بود که اینمی اولین قریه مندول شما داخل شدین. داخل شدیم. انشاءالله ما پیش میریم، از زیبایی های مندول هم دیدن میکنیم. با حاجی صاحب و با جمع دوستا فقط شما ما را همراهی بکنین. حالا حاجی صاحب ما بسیار زیاد مایل هستم که بریم به مو عوض مندول. بخیر بنا میریم، بخیر پیش از اما پیش از بخیر میریم، پیش میریم، بریم بخیر میریم. حاجی صاحب کل از این سنگا را دیگه موسیل کامت این همی سیل یک از زمین های خوب خوب بودن، بسیار یک زیبا این یک دو فصله وطن بوده. ایجا ایجا دو فصله، ایجا دیگه موشروش بوده، دوستا بسیار سرسبز بوده. فعلاً هم اونجا فکر میکنم که کوره میخوان انفجار بتن به خاطر از اینکه همین سنگا پایین بیایه و درست بتونن کوره تراش بکنن و تا اینکه راه جور شوه برای موتورهایی که از این مسیر عبور مرور میکنن. هرچند که سایه که ما پایین بودیم در سایه خط سرخ حساب میشد چون بیشتر خطر تهدید میکرد، به او خاطر باز ما آمدیم کمک بالاتر که گفتیم از اونجا هم کم دور باشیم. ممکن حالا یک صدای بسیار بلند به گوشتان به انفجارش میدن. آیسا انفجار حالا ایشی کدن، این حالا نفرها گریختن انفجار میدن، پنج دقیقه پس انفجارات میکنه، کل اینمی کمر به انفجارات راید از امیجا از پیش دکان ها که میمینن اینجا تا به منجا کل به انفجارات همه ایچیز رفت. درست درست. امکان از این خونه داره که سنگی طرف آبیه؟ نه نه بسیار دور، انشالله اینجا نمیخو. و اینجا انشالله اینجا نمیخو. ویسر کما که به طرف کمره استاده شده اینجا که انشالله نمیخو. یک قدر خوب مقصد همی تو دوستا هم ببینن بشنان گپایتانه صحبتایتانه بازم خیلی. مردم هم که کار میکنن مردم خود همی محل است؟ مردم محلی است، از همی وطن است. خب خب بسیار خب. این یک برادر ما هست همی جا کار میکنه. بیا لالا این طرف بیا خودت. نه این خودش برمکار است. صدای بسیار بلند. انفجار دوم چند انفجار است؟ دوم شد، این دوم شد، هشت انفجار است. به این شکل دوستا صدای بسیار بلند و وحشتناک داره، ولی گفتن اون صاحب که جز از امی دیگه راهی نداره. بار اولش چون برای ما هم نو بود، ما نشنیدم چه صدای خواب کم شوکه می سازم بلند صداش. و چند انفجار شد؟ این چی قسم انفجار میکنه؟ بارود پر میکنین داخل؟ بارود پر میکنه، برمای کلان کلان است تقریبا 3 متر در داخل کمر ایره داخل میکنه؟ داخل میکنه، اونجا بارود پر میکنن باز انفجار میدن. خب باز پایین شتمن کنم چیز درش میتن؟ اونجا بارود هست، پتاقه و پلته است. خب خب، این چی رقمی بارود است؟ این بارود خوصانی رو همین یه جور میشه و دیگه کتی ثانیه سوزی رو انفجار میدن. بسیار خوب، بسیار خوب. موفق باشی برادر، بیا تو رو دوامی آغوش خود بکشم که شما همت میکنین، شما شامت میکنین، دستای تک تکتان از بوسیدن است. موفق باشی برادر، حاجی صاحب بریم بخیر ما شما.
حاجی صاحب از کدام را میریم حالا؟ این آدمی را میریم اینمی پول بسیار پول موتر بود پول موتر رفتن خب در اینجا آیا بد بطان سیلاب آمده بسیار کلان آوز یورشید چوبا را برد آلی کمی چوب ماندن پیادروی هست خو خب از سر از این پول باید تیر از سر همی پول تیر میشیم در سرک عمومی بخیر والا دوستات یک چالش های اثر رای باکه دوستای عزیز بالاخره به می پل رسیدیم پل بسیار خطرناک است دیگه مجبور هستیم باید از سر ازی عبور بکنیم آه در سر می پل بخیر عبور میکنیم بیار دست بیار دست آجی صاحبه بگیریم بره نوی صاحبه بیا بر ای که قدر هنوز کلان است که خطرناک معلوم میشه ما شما از پل سرات چه قسم تیر نه انشالله اونجام باسانه تیر میشه خدا هم کمک ما بکنه دوستا دیدین که از امو زانگو هم تیر شدیم مسیر ادامه دادیم بعدش همین پلی که بسیار یک پل وحشتناک بود از این پل هم عبور کردیم پل خطرناک بود نام خدایش هم خوب سرسبز سوی سوی بی در ربه کدام نام یاد میشه این بسیار یک سرسبز وطن بود بسیار یک خوب زیبا بسیار توتای خوبش داشت باغا داشت بعد بختانه سیلاب آمد خراب یه بای کروش یاد میشه اول قریه ولسوالی مندول است خب این دری گمتو است دری گمتو دری گمتو این نوما نورستانی است نوما نورستانی چی مانا میتا گمتو با فارسی گمتو یک جای خوب جای خوب جای زیبا و جای یک چیز است دیگه بعض قسمت ها مانده و بعض قسمت ها هم خراب شده اینجا خوب ماهی هم داره دیگه دوستا ماهی بسیار خوب اینن. بسیار خوب ماهی داره ماهی شیرین بسیار ستره ماهی داره خب کیلو چند است باز ماهی ده اینجا اینجا کیلویش بس 100 روپا و 200 روپا هم تو کیلوش است خب خب آیسا آیسا دوستا دیگه شما هم میبینین که شام شده ما هم اضافه تر از 10 ساعت در هم تو همین سرکایی که شما با تصویر زیاد دیدین مسیر پشت سر گذاشتیم تا که به این منطقه رسیدیم دیگه شب در همین ولسوالی سپری میکنیم انشالله که بخیر باز فردا دوباره در حضورتان قرار میگیریم میریم به عوض میریم و بعض قسمت ها و زیبایی های دیگر هم میبینیم شما ما را همراهی بکنیم حالا اینجا یک موتر هست میریم در این موتر شاکم جای باسف جان میشینیم باید بعد از او بخیر یک جای میشینیم باید میریم دیگر خوب است خوب است انشاءالله به به عجب روز فرابخش است امروز دوستای عزیز ما در ولسوالی مندول ولایت نورستان هستیم نورستان غربی و امشب را در امی کلبه در ولسوالی مندول سپری کردیم اما پیش ازی که بریم به عوض مندول آقای صاحب گفت که بیاین بالای بام چند لحظه میشینیم یک چای میخوریم و ناگفتن امان دوستا که واقعا امی طبیعت و آب و هوای ابتدای صبح خیلی خوشایند و مزدار می باشه آب بسیار خوش صدا و زلال پل کوههای بلند درختهای زیبای بلوط و جلغوزه سیاه که تمام فضا را زیبا ساخته ما میرم به بالای بام شما هم ما را همراهی بکنید ماشاءالله نگاه بکنین دوستا چقدر خوشایند است همه جا وایس مونده نباشید باز جان بخیر شب بخیر گذشت بخیر خدا را شکر خدا را شکر منتظر خو نموندید ما برنامه را آغاز کردم از می ابتدا بخیر من سلامات هوا چه رقم بود خوب بود شو والله وایس بسیار زیاد آب و هوای خوشایند مقصد خوش باشی دیگه وطن دیگه می رقم وطن سر چیز از دیگه گرم است تنگ باشه است
نه نام خدا بسار شب و بوا خوب بود. مرسد بخیر. این الله دیگه من گفتم که میریم پیش ویسا بیک ذره چای میخوریم باز بعد از دیگه میریم به مقصد ما. بخیر خوب است. این الله بخیر چای هم تیار است. خوب خوب. چای هم میپردیم. خوب گپ است. خوب گپ است. اینجا مردم زیادتر مالدار هم از فکر میکنم کل مالدار است، یعنی کل زندگی قطع مال و قطع انمی شیر است، از مال است. خوب خوب. از بسیار چیزا جور میشه، روغن جور میشه، خروج جور میشه، پنیر جور میشه. بسیار خوب. انمی شیر مال است. بشک بشک. کل گردم این چیزا جور میشه. آیا صاحب از غذای محلی نورستان غربی ما برای ما بگو، کدام غذا است؟ غذا خود از محلی نمی کوه، در کوه ما بسیار امی سبزی های خوبیش می باشه، بسیار سبزی های پاک امی تو خدای سبزی دارن. از این سبزی ها مردم را استفاده می کنند، دیگه از امی بعض چیزای مایی دارد در دریا، از این مایی ها میارن، از این استفاده می کنند. آیا صاحب بازده چهار سمت ولسوالی مندول کدام ولایت ها قرار داره؟ در چهار سمت چیز این طرف امیسو که روی برای میرن به ولایت لخمان ملسوالی دولتشاه دولتشاه این مسیر به اونجا سر میخورن خو خو به فرشغان دیگه به فرشغان روی برای به پنچیر است این روی برای که میبینی به پنچیر است به ولایت پنچیر سر میخورن روی این طرف یا به بلخشان است روی برای به پوشال که میری به بلخشان است بلخشان؟ بلخشان است و پنچیر پنچیر بدخشان فرشغان ولایت لغمان درست لغمان بسی ولایت دوستا اگر به یاد داشته باشین ما در فرشغان هم رفتیم که یکی از دره‌های بسیار زیبا و دیدنی است آرزو میکنیم که تمام هموطنای عزیز ما همیشه وقت خوش و خندان داشته باشه کنار عزیزانشون لبخند بر لبایشون جاری باشه و دور از تمام مشکلات و دغدغه‌های روزگار باشن دیگه سایسته دوستا ما هم چای میخوریم هم آجی صاحب هم از کنار ما باز بعد ازی میریم بخیر به طرف عوض مندول و صحبت ها رو مونجا میداشته باشیم آه بخیر واسه جان بیام یه بشینیم یک قصه کنیم بسیار یک جای خوبی شد یک منظری خوبی شد اصلا گپ گفتی آیسه بشینیم بشینیم دوستا ما واقعا بیخی حیرت زده شدم یک حوض طبیعی فوق العاده زیبا دیدنی و یک منظره داره که حتی ارزش از این داشت که ما چند روز این مسیر را پشت سر میگذاشتیم ولی ما دو روز زمان برد تا ای که به حوض مندول جایی که مقصد اصلی ما بود خود رساندیم یک طبیعت بی‌نظیر داره آب و هوای بسیار گوارا خوشایند صدای گنجشکایی که گوشهای دم نوازش میکنه و کوهای بلند قامت که زیبایی چهار اطراف از این حوض را زیاد ساخته حوض مندول یکی از جایی است که بسیار دیدنی است و ضمن از او همی هیبت و بزرگیش چشمگیر است واقعا که آدم محو خودش میسازه آی صاحب این طبیعی است این طبیعی است آبش از کجا میآید آب از باسجان است سر سردرای پوشال آب از ارک میآید از طرف چپ دره آب از میآید از دو دره میآید دره کلان کلان خب ناوچای خرد خرد زیاد داره این سردره ما خوب. از امون جمعه در یه حوض مندول یه ذخیره میشه از یه به پایان حرکت نکنه به طرف ولایت لغمان ولایت لغمان به جلال آباد از جلال آباد به تورخم طرف پاکستان میره عمق از این چقدر است؟ طول شرز شای برای شما معلوم است یا خیر؟ یک دو پیره یه سروی شده خارجی آمدن یه سروی کدن دو پیره آلی آمدن انجینرهای فعلا پارسال پیرسال سروی کدن گفتن که ما اینجا کدام
بند برق جور میکنیم تا حالی خودم نتیجه نداده، معلومات هم نیست. باز در وقتی چیز آمده تقریبا 2.5 ساعت چکوری ازی هست. خودتان میبینید تقریبا در ازی ازی طول ازی 3 کیلومتر طولش هست. آها. و 1 کیلومتر ارزش هست. ارزش هست. آجی صاحب، شما که بزرگ همی قوم هستین، در بین مردم نفوذ دارین، زمانی که سروی هایی که صورت گرفت گفتن اینجا ظرفیت چقدر برق داره؟ اینجا انجینر ها آمدن این را معلومات گرفتن، کل ایشیز کردن، یا گفتن که یه از بند نقلو کرده، از بند سوربی کرده، از آردویش کرده، یه قوی تر است، زورش زیادتر است. او از یام بسیار او پاک است، خاک نداره، هم زورش زیاد است. بازی اگر بند برق جور شوم گفتن ولایت نورستان، ولایت لغمان، جلال آباد، مشرقی را مکمل میده تا در خود کابل مرکز هم این برق کفایت میکنه. کفایت میکنه. انشالله بخیر، توجه بسیار جدی من خواهان استم در این قسمت که بتانیم اینجا یک بند برق احداث بکنیم و از برقش هم استفاده بکنیم و همچنان نمی منبع آبی ازی که برای زمین های برای کشت و زراعت استفاده شوه. اینجا خوش بخ آبش کم نمیشه که آبش خشک شوه یا چیزه؟ نه نه، آب ازی به خیش به کلی کم نمیشه. آب ازی دیگه در بهار اینمی کمی وقت آب ازی اینمی فعلا در بهار یعنی کمیشه است. این کمیشه است. آی صاحب قربانت شوم، بسیار زیاد تشکر میکنم از خودم. دیگه اینجا دوستا فضای خوب است، من بسیار زیاد لذت بردم، جدا از تمامش با هموطنای ما آشنا شدم که اینا خب بعضی قسمت ها ما را گفتن که اولین رسانه است که شما آمدین به اینجا و خواستین کمی صدای مردم درد دلشان قصه های نگفته شان انعکاس بتین، ولی تلاش ما به است که به سایر نقاط و زیبایی های وطن ما هم سر بزنیم، ولی جز مردم های بسیار اصیل با فرهنگ مهمان نواز ما مردم نورستان غربی ما بودن که در این سفر بر ما خاطرهای بسیار خوبه در ذهنم، در قلبم، در کتابچه خاطرات ما ماندگار و جاودانه ساختن. بسیار زیاد تشکر میکنم. بخیر بریم به طرف پل سرورخان نورستانی. برای ما نامش دوستا گفتن، من نرفتیم. دوستا ما هم یک دو سه قطعه عکس میگیریم چون تا اینجا آمدیم دیگه، یک چند عکس زیبا هم داشته باشیم. بعدش باز میریم بخیر به طرف پل سرورخان نورستانی. شما ما را آهسته آهسته همراهی بکنید. یالا ایسب بخیر. هموطن های عزیزم تشکر میکنم از اینکه بلنده برنامه خودتان های میدان و تای میدان هستین و ما فعلا در یک نقطه در ولسوالی مندول قرار داریم که اینجا به نام پل سرورخان نورستانی یاد میشه. واقعا که یک طبیعت بسیار زیبا و بی‌نظیر است. خوشبختانه مایبلای حقیار هم در کنار ما هستن، معاون صاحب ولسوالی مندول. معاون صاحب خوب هستین؟ انشاءالله بخیر. ساعتتون خوب است؟ سلامت باشین. تفاوردین، سلامت باشین. بخیر باشین. نام خدا یک جوان رشید و کسی که به فکر امی مردم ولسوالی مندول است و به خدمتشان هستن و کار میکنن، تلاش میکنن. مامون صاحب خوب است اول یک ذره بر ما در رابطه به می موقعیت جغرافیایی ولسوالی مندول بگوین که در کجا موقعیت داره و همسایه با کدام ولایت ها است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنیم از شما، از بینندگان عزیز، از اینکه زحمت کشیدین به یک ولسوالی بسیار دوردست آمدین. ولسوالی مندول یکی از ولسوالی های دور افتاده ولایت نورستان است، فعلا در بنام نورستان غربی هم یاد میشه و تقریبا در قسمت شرقی قرار داره. ولسوالی مندول جغرافیه ازی تقریبا 5-6-7 دره داره. یک دره از او از شوری ولسوالی شما دیدین خراچ است. بله بله. که تخمینا او به فرشغان و لغمان هم سرحد است. بسار. بالا میایم باندول است، یک دره که خیلی نفوذ زیاد ما در اونجا است. او هم تقریبا به لغمان و هم به دره پنشیر هم سرحد است. بالا میایم یک قسمت را کویشت میگن، این کویشت هم بر لغمان را داره، هم به پنشیر را داره، به دره پنشیر. با بالا میایم از مرکز ولسوالی تا حوض بالا این چپ دره است. اینجا را شما مشاهده کرده باشین. این چپ دره تقریبا 6-7 تخمینا تا 10 ساعت راست که به آخر کوتل به
آره به پریان پنشیر را داره. خوی جنب با پریان سر همتره داد. ما هم تقریبا بعد از دو روز به این منطقه رسیدیم. یعنی دوستا که دو روز ما منزل کردیم تا که به اینجا رسیدیم. تشکر لالا جان. بخیر باشیم. منصف بفرمایید. آی صاحب بفرمایید شما. جا داره که تشکر بکنیم از حامی برنامه ما هم انرژی اتک. انسان‌های قدرتمند پله‌های پیشرفت را پی بودند. با انرژی اتک قدرت انرژی واقعی را در پیروزی موفقیت‌تان دریابید و پله‌های پیشرفت را صعود کنید. انرژی اتک مشت پرقدرت. طعم خوب داره. اتک هم می‌نوشیم بفرمایید ما صاحب شما. بخیر باشید. می‌تونید بنوشید. موسیب هرچند خب میفهم اینجا دره های دوردست از دور افتاده است ولی احسای دقیق هم نشده تا جایی که برای شما ملک صاحب قریه رئیس های شورا اما احسایه را گفتن در حدود چقدر نفوس است در ولسوالی مندول؟ جناب ایرج صاحب اصل قیصه نمیگه است از 100% نفوس ولسوالی مندول 97% تشکیره نداره 97% تشکیره نداره تا هنوز اکثر مردم با تشکیره آشنایی هم ندارن که تشکیره چی یک چیزی است. جدی میگین این موضوع؟ جدی میگم با خاطر اینکه از وقت حاکمیت امارت اسلامی دی ولسوالی مندول مردم حالی نو تشویق میشن که با خاطر گرفتن تذکیره هرچند نفوس شماری تخمینی در دوران کرزه که شده بود تقریبا 90,000 نفوس در سراسر مندول تخمین زده شده بود فعلا دیگه ما فکر میکنم از 100,000 با بالا است از 100,000 بیشتر است تعداد نفوس بله بسیار زیاد تشکر میکنم خدا اند زحمت نصیبتون بکنه سلامت باشید آیسا بسیار زیاد تشکر از خود از اینکه با جای بسیار خوب ما را همراهی کردی راهنمایی کردی سلامت باشید و تشکر از تمام شما هموطنان عزیزم از اینکه کنار ما بودین برنامه خودتون نگاه کردین و از لحظات ما دیدار داشتین ما خود لذت بردیم امیدوار هستم که شما هم لذت برده باشین شمال زیاد است همین دستمال ما هم نمیمانه خب دوستا آیستا آیستا ما نزدیک شدیم و آیستا آیستا سفر ما در نورستان غربی هم به پایان رسید و در اخیر خیلی کوتاه میگم که مشکلات هموطنای ما زمانی که ما آمدیم به نورستان غربی مشکلات زیادی است که هر روز با این مشکلات دست و پنجه نرم میکنن نبود امکانات سی است در بعض جایا نبود آب آشامیدنی است و مهمترین مسئله ای است که سرکا هنوز جور نشده درست بیشتر جایی که سیلابای فصلی باعث خراب شدن سرکا شده به موالات خود مونده فقط همی خود مردم است که زحمت میکشن تا همو سرکا را دوباره بسازن مشکل شبکه های مخابراتی است و سایر مشکلاتی که است در کنار از اینکه یک طبیعت زیبا داره هموطنان ما با این مشکلات هم مواجه هستند آرزو زیر داریم که بخیر مشکلاتشون هم تمام شوه دیگه تا برنامه بعد همه تان به خداوند یکتا و به همتا میسپارم یشسن افغانستان تل دیوی افغانستان زنده باد پاینده باد افغانستان تا دیدار بعد خدا نگهدار.